پیدا کردن جاساز در سنگ قبرهای ساسانیان و یا سنگ شاخصهایی که بالای قبر قرار دارد. سلام و درود خدمت کوشنان عزیز، ممنون و سپاسگزار میشم تا آخرین کلیپ همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. میخوام در مورد یه سری از این شاخصها که تک و توک حالا اگر مونده باشه، یه سری از سنگهایی رو داریم که از زمین اومده باشه بیرون، ریشه داره، خب مال به اصطلاح صخره، اینا در ارتفاعات هستن و اگر توجه کرده باشی این مدل ها ما زیاد داریم، مثلا سبک یهودیان، سبک اشکانیان همچین حالتی رو داریم و در گذشته هم گفتم که این نوع سنگ ها قابلیت جاساز رو داره. خب باید قشنگ دور تا دورش رو بررسی بکنید، ببینید که سنگ گردی یا سنگ مثلا مستطیلی یا ناهنجاری مثلا قسمتی از شکافی رو باز کردن یا یکم بزرگتر شده این سنگ رو گذاشتن، داخلش اموال قرار داره. خب این سبک و این کار که در دوره ساسانیان انجام شد، آخرین حکومت ساسانی یزگرد سوم بود که تماما قبرهاشون سیستمشون عوض شد. خب تا قبرها، خب قبلا چهارتاقی بود، داخل تپوله و در شیب ملایم یا در شیب تون داشتیم، ولی این سبک همچین سنگی دقیقا همچین حالتی رو داره، ولی به این صورت که شما تخت سنگ در جلوی این سنگ به اصطلاح حالت هرم مانند رو داشته باشید. خب اگر دو تا تخت سنگ در روبروی این داشته باشید، مطمئن باشید که یه سرمال، یه جاساز، البته سرمال نه، جاساز یا اموال اون شرط داخل این سنگ پنهان شده. خب داخل قبر هیچی رو نداره، چون میدونستن قبرها رو باز میکنن و اگر اموالی چیزی رو داشته باشه اون رو به غارت میبردن. خب ولی اومدن که دقیقا این جاساز رو داخل این سنگ پیاده کردن و به صورتی که خیلی جالب، قبر در جهت طلوع آفتاب دوستان، خب یعنی این قبر در جهت طلوع آفتابه ولی جاساز در جهت غروب آفتابه. خب ببینید این برعکس میشه، سنگ به این صورت میفته و جهت به اصطلاح دو تا سنگی که کار شده در جهت طلوع آفتابه، جاساز در غروب آفتاب. این قسمت که به این صورته دلایلش سر اینه که تخریب نشه، آسیب نبینه. خب به این صورت که دقیقا اون قسمتی که محل جاساز هست کمتر نور بهش بخوره و اموالش دقیقا همون میخوره بالا سرش، یعنی سر در جهت طلوع آفتاب و اموالش بالا سرش، دقیقا طلوع و غروب رو داره اشاره میکنه. خب بعد خمیدگی خود سنگ رو تراش داره. توجه کنین این سنگی که من میگم ما داریم، گفتم یهودی، اشکانیان، خب این مدل ها رو ما داریم، فقط این که تشخیص بدی ساسانی هست یا نه، اول نگاه کن ببین تخت سنگ ها رو داره، سنگ قسمتی از سمت طلوع آفتابش تراشه داره یا نه، چون این سنگ امکانش از حالت ارمی بوده ولی اومدن یه شیب ملایمی به سنگ دادن که حالت جهت طلوع آفتاب این سنگ چین ها رو بگیره و در جهت مثلا غروب آفتاب این جاساز نمایان نشه. خب پس خوب توجه کنید، از روی رنگ سفال هم میتونید تشخیص بدید که اون منطقه رنگ سفالش به چه صورتی هست. خب تقریبا سفید، کرمی، شیری مانند مربوط میشه به دوره ساسانیان. خب البته ترکیب های زیادی هست تو دوره ساسانیان، دقیق نمیشه گفت، چون ما یه سری کارهایی رو داریم که در دوره ساسانیان هست داخل قبره، ولی قبر ساسانیه، باز که میکنی سفالهاش مربوط میشه به دوره به اصطلاح اشکانی. خب توجه کنید به این به اصطلاح مسئله، برای تشخیص کامل بدونی تک هست، محدوده با قلعه تقریبا شاید نزدیک به 500 متر فاصله داشته باشه، پایین دست این جایگاه سکونتگاه هست، پس بدونید در انتهای سکونتگاه به سمت بالا شیب ملایم، در اول شیب و تختگاه همچین حالتی رو داریم، در شیب داریم این قضیه و در دامنه کوه هم داریم، در تختگاه هم همچین حالتی رو ما داریم. خب توجه کنید سنگ چین ها گرد باشه
خب این مربوط میشه به یه قبر یهودی که در کنار یه سنگ ارمیه. حالا قابل تست هست که بخواید سنگ رو بررسی بکنید، حالا تست صدا بگیرید یا شکافی چیزی اگر دیدید پیدا کردید قشنگ بررسی بکنید که به چه صورتی هست. خب ولی مال ساسانیان یکم از سنگ تراش داره و تخت سنگ های سلام مستطیل شکلی استفاده شده و در قسمت جلوی این سنگ کار شده. این به عنوان شاخص اعمال میشه و مالش هم داخل به اصطلاح همون قسمت جاسازه. این جاساز دوستان شاید در حد 15 سانتی بشه. خوب توجه کنید 15 سانتی بشه. کوزه های خالی خیلی از دوستان کار میکنن در مورد قبرهای ساسانی، کوزه خالی نصیبشون میشه. خب همون اموال اصلیش داخل حالا یا یک متری یا معمایی جای دیگه پنهان شده. خب وگرنه مال ساسانیان اگر طرف بیاد این رو کار بکنه فقط سفال خالی بهش میده. خب یا سفال هایی که داخلشون خاک همون غذا تهیه میشد اون موقع اون زمان که شخص فوت میکرد، این ظرف سفالی هایی که اموال اون شخص بود غذا داخلش میذاشتن که برای این اعتقاد و آیین که روزی از خواب بیدار بشن و ادامه حیاتشون رو بدن با همچین به اصطلاح چیزهایی که براشون فراهم میکردن. خب حالا مالشون و غذایی که داخل اون سفالا بوده، ولی چون بر اساس این کارو انجام میدادن که قبرات چیز نشه، نفش قبر نشه، میومدن اموال اصلی رو داخل سنگ میذاشتن. پس خوب خشنگ دور تا دور سنگ رو و گوشه به گوشش رو نگاه بکنیم ببینید اصلا قسمتی تراش داره یا نه. خب اینا تک هستن، موقعیت جغرافیایی در شرق، شمال شرقی، جنوب شرقی میتونید همچین ساختاری رو پیدا بکنید. شیبه به اصطلاح پایین دست قلعه معمولا ما بیشتر تو اون محدوده داریم و تقبر ممکنه حالتش سردار باشه، سردارهای ساسانی. حالا بعضی از این سنگ ها اعمال میشه که مثلا سنگ قبر ها بعضی ها 3 تا، بعضی ها 2 تا، بعضی ها 4 تا. خب یا یه شکلی به این صورتی ما داریم که بغل همان سنگ ها. خب اینا اشاره میکنن به اینکه سردار، حاکم یا وزیر شخصیه که به چه صورتی است. خب معمولا اینا مربوط میشه به سردارهای ساسانی. پس خوب بررسی بکنید دقیقاً میتونید جاسازش رو پیدا بکنید دیگه. نمیخواد، لازم نیست که شما بیایید قبر رو باز بکنید، فقط سنگ رو تست صدا بگیرید، قشنگ گوشه به گوشش رو بررسی بکنید، مطمئن باشید که بهتون جاساز میده. سپاسگزارم دوستان عزیز. اینم در مورد پیدا کردن جاساز در سنگ قبرها یا سنگ شاخصی که بالای قبر ساسانیان قرار داره. فقط بدونید تک جهت جغرافیاییش هم شرق، شمال شرقی، جنوب شرقی. جهت طلوع آفتاب و شرق یه مقدار اختلاف داره، حالا در حد 10-15 سانتی 20 سانتی اختلاف داره. مهم اینه که در جهت طلوع آفتاب شما میتونید در پایین دست قلعه همچین ساختارهایی رو پیدا بکنید. ممنون، سپاسگزارم. لایک یادتون نره و تشکر. خدا یار و نگهدارتون.